سلام دوستان، امروز یک مقاله رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. خب تا اینجا این سری از ویدیوها ما یک گروه از درخت تکاملی انسانهای باستانی رو به صورت کامل بررسی کردیم و در دو ویدیوی گذشته هم اومدیم دو گونه از گروه دوم رو بررسی کردیم، اما امروز قصد داریم به سومین گونه از گروه دوم در درخت تکاملی انسانهای باستانی بپردازیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به اطلاعات خود این گونه، باید به این نکته هم اشاره کنیم که به دلیل اینکه ما دیگه وارد بازه زمانی حدوداً 3 تا 2 میلیون سال پیش شدیم، از اینجا به بعد این سری از ویدیوها ما مشاهده می‌کنیم که در این بازه فسیل‌های خیلی بیشتر رو ما کشف کردیم و تعداد بالا رفته و از طرفی هم خیلی از این گونه‌ها اون بازه زمانی که داشتن زندگی می‌کردن با همدیگه همپوشانی دارن، چیزی که ما همچین پدیده‌ای رو در گروه اول مشاهده نمی کردیم. به عنوان مثال بین هر گونه حداقل 500 هزار سال فاصله زمانی وجود داشت، اما این پدیده دیگه در گونه های بعدی و گروه های بعدی از اینجا به بعد مقاله دیگه مشاهده نمیشه و خیلی از این گونه ها با هم دیگه هم پوشانی دارن. و اما بپردازیم به اطلاعات خود این گونه. خب این گونه رو باستان شناسا تحت عنوان استرولوپیتیکس افریکانس نامگذاری کردن. این گونه در سال 1924 کشف شده در آفریقای جنوبی. بازه زمانی که باستانشناسا حدس میزنند که این گونه داشته زندگی میکرده چیزی بین 3.3 میلیون سال پیش تا 2.1 میلیون سال پیش بوده. اما قد و وزن نر این گونه چیزی ما بین 138 سانتیمتر و 41 کیلوگرم بوده. اما ماده این گونه قدی حدوداً 115 سانتیمتر و وزنی حدوداً 30 کیلوگرم رو داشته. و اما اگر بخوایم این گونه رو به صورت خیلی مختصر بررسی کنیم، باید بگیم که این گونه دارای یک سری ویژگی ها بوده که خیلی شبیه به گونه قبلی یا همون استرالوپیتیکس افرنسس بوده و به دلیل همین شباهت ها هم ترکیبی از ویژگی های انسان ها و میمون ها رو در خودش جا داده بوده. اما اگر بخوایم این گونه رو با گونه افرنسس مقایسه کنیم، باید بگیم که این گونه جمجمه گردتری داشته، در نتیجه مغز بزرگتری هم در درون جمجمه وجود داشته. از طرفی دندان‌های کوچکتری رو ما میتونیم در این گونه مشاهده کنیم. اما از طرف دیگه این گونه از لحاظ ظاهری خیلی شباهت‌های زیادی داشته به میمون‌ها، به خصوص در ظاهر و چهره خودش. اما ما میتونیم از بررسی استخوان‌های لگن و پاها متوجه بشیم که این گونه هم مثل گونه افرنسس میتونسته بر روی دو پا حرکت کنه. اما از استخوان‌های شانه‌ها و دست‌ها هم ما میتونیم متوجه بشیم که این گونه هم مثل گونه افرنسس میتونسته از درخت‌ها بالا بره. و اما اگر بخوایم یک اشاره‌ای هم بکنیم به تاریخچه کشف این گونه، باید بگیم که زمانی که فسیل‌های این گونه در سال 1924 کشف میشه، اون باستانشناس پیشنهاد میده این گونه یک گونه کاملاً مجزا و متفاوت هست در شجره نامه انسان‌های باستانی. اما تقریباً 20 سال طول می‌کشه که جامعه علمی این رو بپذیره که این گونه در یک گروه مجزا قرار بگیره و اون رو تحت عنوان یک گونه مجزا و خاص بشناسن. و اما اگر بخوایم در اینجا بپردازیم به رژیم غذایی این گونه، باید به این نکته اشاره کنیم که برای بازه زمانی حدوداً یک دهه دانشمندها و باستانشناسا فرض می‌کردند که این گونه یک گونه کاملا شکارچی هست، برخلاف شواهدی که در اون منطقه وجود داشته. خب دلیلی که باستانشناسا ارائه میکردن اون استخوان‌های شکسته شده‌ای بوده که در اطراف اون سایت باستانی باستانشناسا کشف کرده بودن. خب باستانشناسا فرض میکردن که این گونه از این استخوان‌های شکسته شده استفاده میکرده واسه شکار دیگر حیوانات. اما تقریبا بعد از گذشت چند دهه باستانشناسا و دانشمندا در سال 1970 به این نتیجه گیری میرسند که این گونه یک گونه شکارچی نبوده و این استخوان‌های شکسته شده توسط همون شیرها و پلنگایی که در اون منطقه وجود داشتند شکار می‌شدند و شکسته می‌شدند. حتی این شیرها و پلنگ‌ها به گونه مد نظر ما هم حمله می‌کردند و اونها را استفاده می‌کردند به عنوان جزئی از رژیم غذایی خودشون. پس یک جورای این نظریه که این گونه شکارچی بوده بعد از گذشت چند دهه از بین می
میره. خب با رد شدن همچین نظریه باستان شناسا واسه رژیم غذایی این گونه حدس میزنن که رژیم غذایی این گونه خیلی شبیه هست به رژیم غذایی شامپانزه. خب شامپانزه ها از میوه ها، برگ های درختان و آجیل ها استفاده میکنن به عنوان بخشی از رژیم غذایی خودشون. خب از کجا باستان شناسا همچین نظریه رو اثبات میکنن؟ خب اثبات همچین نظریه خیلی شبیه به گونه های قبلی هست. باستان شناسا توجه خیلی زیادی میکنن به الگوی سایش دندان ها در این فسیل هایی که کشف کردن و ضخامت مینای دندانشون، که ما تقریبا از همین روش میتونیم متوجه بشیم که رژیم غذایی این گونه خیلی شبیه بوده به رژیم غذایی شامپانزه ها. و اما در انتها مقاله اشاره میکنه به یک نکته خیلی مهم، و اون نکته هم این هست که خیلی از باستان شناسا و دانشمندها این گونه و یا گونه قبلی رو به عنوان جد گونه هومو میشناسن، که ما در ویدیوهای آینده به اون گروه هم میپردازیم. پس این گونه و گونه قبلی در روند تکامل انسانهای باستانی و یا حتی انسانهای امروزی نقش خیلی پررنگی رو بر عهده داشتن. خب دوستان، این مقاله بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه. اگر این مقاله رو مفید میدونستید میتونید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید، و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید اون رو لایک کنید. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.